درود بر شما هموطنان بینندگان گرامی در هر جای جهان که هستید. مشیدی هستم، بهرام، در برنامه سرزمین جاوید و در روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت خدمت شما هستم در باب مطالب مختلف صحبت. اجازه بفرمایید که پیش از همه چیز بپردازیم به حافظ و یک غزل بی‌نظیر برای شما بخوانم و بعد مطالب دیگر. دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می زدم. هر مرغ فکر که از سر ساق شاخ سخن بجست، بازش به طره تو به مضراب می زدم. روی نگار در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می‌زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم و کارگاه دیده بی‌خواب می‌زدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم. خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام بر نام عمر و دولت احباب می زدم. خب یه مطلب کوچیکی، خیلی کوچکی، برای ضبط و ثبت در تاریخ ذهن شما دوستان و محبان اینجا عرض کنم، و اون این که این موهای مخلص نه عملی است نه رنگی. این هم یه داستانی برام شده. آقا از اطراف و اکناف جهان، آقا این موهای شما چیزی به کلتون کشیدین؟ والا نه، به حضرت عباس بیدست به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر همین موهای طبیعی است. رنگ میمالید، اونم عرض کردم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر رنگ ندیده این موهای. حالا داستان اینه که مطلب چیست؟ مگر ارزش آدمیزاد به پشم و مو؟ اگه چنین بود خب ما همه به بوز اقتدا میکرد. حالا داستان خنده‌داری هم خدمتتون بگم، و اون این که وقتی ما خداحافظی کردیم با دوست بسیار عزیز آقای میرچی، همینطور که من آمدم بروم از اون کوچه که تلویزیون ایشون اون آخر هست، گفتم یه سری بزنم با آقای شجری. وارد شدم، عرض کنم دوستان از دوستان بانوان محترم که در اونجا هستن، هنوزم هستن، دور ما جمع شد. خیلی مهربانی کردم بی اندازه، میگم از همه زوایا به ما نگاه میکنم و دستی هم به سرگوش ما میکشن. گفتم عجب جای خوبی است اینجا، خانم های زیبا دست به سرگوش آدم میکشن. دیدم یکیشون داره موها منو میکشه از پشت. گفتم خانم درد میاد، چیکار داری میکنی؟ گفت ما فکر کرده بودیم که این موها عملی است، کلاگیسی چیزی است، گفتیم برش داریم و اینا. گفتیم نه خانم، کلاگیس نیست. خلاصه این بار بکنم دهم هست که ما توضیح میدیم از شما. آقا ژن ما این گونه است. من مادرم 80 سالشون بود، 82 سال در واقع فوت شدن، موی سفید نداشت. این یک مطلب. اما اون چی میخوام خدمت شما امروز عرض کنم که مرتب تلفن میشود و دیروز یک هموطنی حقیقتا بگم خون میگریست، اقرار نکردم در باب آزار و اذیت به حیوانات.
که میگفتن شما در کوچه های تهران این سو اون سو شهر سنا برید واقعا روح شما بیمار میشه از دیدن گربه های مجروح، سگ های دست و پا شکسته و یک مش آدم نادان که افتادن دنبال سگ ها اسید به اینا تزریق میکنن، یک مش آدم جاهل، یک مش تفنگ هم به دست گرفتن. امیر جان اینو بعدا نشون بدیم چون مربوط به ردبندی کشور هاست. تفنگی به دست گرفتن از این سو اون سو، اصلا حیات وحشی در ایران دیگر نیست. همه چیز این مملکت بر افتاد. آقا دریاچه هاش خشک شد، رودخانه هاش رو خشک کردن، حیوانات رو کشتن، چیزی نمانده در این کشور. آدم ها هم اسیر. وارد فضای ایران که میشوی همه چیز در اسارت حماقته. حماقت و سفاهت و ستمگری بر این کشور حاکم شد. از گنجشکا در امان نیستن تا آدما. چهار تا عمامه به سر دیوانه که اینها از معرفت و انسانیت بوی نبردن حاکم شدن بر کشور. یا فکرشو بکنیم در طبقه بندی آدم ها در روزگار قدیم این آخوندا ته صف بودن، در ردیف گداها بودن و مزخرف گویان. من دیدم دهاتی ها ده خود ما بیل میزدن مجلسی رو مسخره میکردن، باقر مجلسی. سواد خوندنم نداشتن اما چیزهای شنیده بودن که این مجلسی کی بوده اینقدر مزخرف گفته. نویسنده بهار الانوار، هلیت المتقی، تازه این اعلم علما بوده. یک مش جفنگ، کار آخون جفنگ گفتنه، جفنگ مطلق. ما از ایرانیان فرزانه بزرگوار تاریخی حساس دقیق و نظر فرهنگ ساز تبدیل شدیم به قوم ظالمین و قوم جاهلی. هیچ سیستمی نیست در اون مملکت جز سیستم خاری و زاری و خفت و نفی اون چه دارای ارزش است. من قولی آقا رو برای شما چیز میکنم، نقل میکنم که میگفت انسان به گریه میفته وقتی که وضعیت این حیوانات زبون بستر رو میبینه در این کوچه های تهران و جاهای دیگر. باش این فرهنگ اسلامی، مسیحی، یهودی این تلقین رو به پیروان کرده که خداوند همه چیز رو برای شما خلق کرد، اشرف مخلوقاتی. آقا چه اشرف مخلوقاتی؟ چه حقی داره انسان که بره گله های آهو رو قتل عام بکنه، مثلا بزهای کوهی رو بکشه، حیوانات رو نمیدونم زجر بده؟ گفتن حقیقت مال توماس، خداوند خلق کرده که شما بکشید بخورید. حالا خدا را سپاس که بنیانگذار اسلام گویا گفته است لا تجعلوا بطونکم قبور الحیوانات. من بچه بودم از این یکی خوشم میمد، دوست داشتم، یعنی شکم خود رو قبر حیوانات قرار ندهید. حالا خدا را شد که یکی گفته شده. آقا کشوری که حیات وحش نداره، کشوری که جنگل نداره، کشوری که صدای جنگ قوچهای کوهی در فضای کوهستانش به گوش نمیرسه، چه کشوریست؟ یه دانشمند آلمانی بود، شاید زنده باشه، این آمد قوچهای مارکوپولو رو حفاظت کرد. قوچهای مارکوپولو در افغانستان پیدا میشه، در محدوده چین قوچهای سفید کوهی با شاخهای بسیار زیبا و بلند. گویا مارکوپولو اولین کسی است که گزارش این قوچ رو به اسمش قوچ مارکوپولو و
و بعد رفته با دولت چین و افغانستان و ناپوجا چیز کرده، یک در واقع منطقه بزرگی برای سیانت از اوچ مارکوپولو این مرد رو وجود آورد و گفت من لذت میبرم گویی صدای زیباترین موسیقی هاست وقتی جنگ قوچ ها در این کوه ها اتفاق میفته و صدای چکاچاو که برخورد این قوچ ها که بر اثر نشاط هست و سلامت اینها به گوش من میرسه. رحم و شفقت بابا در ذات ایرانی مرکوز بوده، ما مردمان رحیمی بودیم. داستان ها هست در لطافت طبع ایرانی و در انسانیتش، آقا هزارها کتاب هست اگه بخوان روی هم کنیم. همین داستانی که به امام رضا منسوب کردن که زامن آهو شد، این زیباترین چیزیست که در حق ائمه من شنیدم، بقیهش کشف بوده. خود بنده که اینجا خدمتون هستم در دوران بچگی اینا از قوم ظالمین بودم، آقا توفنگی بر بیداشت شب تا صبح فشنگ پر میکرد، صبح میزدیم بیرون میامدیم از زمین های مزروعی رد میشدیم، اونجا زمین های مزروعی به خصوص موقع پاییز که گندم ها رو برمیشنن اینا دانه ها هست، کبوترهای زبون بسته میان اونجا، به خصوص کبوتر خیلی حساسیت داره کارشون، جفت جفت هستن، یه نر یه ماده، یه نر یه ماده، دو تا تخم میذاره یه نر یه ماده، اینا با هم تا آخر اون پرواز میکنن، باز تخم میذارن یه نر یه ماده، همیشه هم هستن، وقتی یکیشو میزنی اون جفتش بالا سر جسد اون یکی پرواز میکنه، دور میزنه دور میزنه، نمیدونه چیکار بکنه، از دست این آدم دوپا میرفتی. خب در این منطقه که زمین ها بود، زمین های مزروعی در موقع بهار نا بلدرچین بودن و گنجشگاه بودن و عرض میکنن که پرندگان دیگر در موقع پاییز کبوترها بودن، گاهی اوقات با غرغره، تعدادشون خیلی کم بود، پرنده تیزپر خیلی زیباییست، بعد از اون رودخونه خوش میزنیم به تلکو، اونجا صدای قهقهه کبک ها بود و اینها، هرچه میدیدیم میزدیم، خلاصه فرق نمی کرد، خرگوش کلاغ هرچه میجنبید میزدیم، تا میرسیدیم به عرض کنم محل کبک ها، یه جایی بود مزرعه بود، اینا زنبسته ها صبح ها میومدن آب میخوردن، قهقه میخوندن، صدای قهقهه کبک در کوهسار شنیدنیست، و کپ چون طالب علم است و در این نیست شکی، مسئله خواند تا بگذرد از شب یکی. منوچهری تشبیه میکنه کپ رو به طلبه ها که تکرار میکنن زرب 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 نه اینا اگه میخونن اینا هم گویی که طلبه هستن، بعد از تحت دهنکش صحبت میکنن، چون کپ که نریم من سیاه دونی چشمش قد سیاه زیباست زیر گلوش، کبک ماده اما ساده است، بین حیوانات حیوان نر همیشه زیباتره، زیور و زینتش بیشتره. خلاصه این ذهنیت ما بود بچه که بودیم، بچه تر که بودیم تیرکبون لاستیکی بود و به جان گنجشگاه. با این ذهنیتی ما آمدیم آمریکا در سن 25-26 سالگی، ولی خب اینجا وقت این کارا نیست و اینا، یه کسی به من گفت آقا بیا بریم شکار، بریم، یه آقای بود به نام جسی کرال، سیاه‌پوست هم بود، مرد خیلی خوبی بود، تیرانداز ممتازی هم بود، من فکر کردم حالا ما میزنیم به کوه، به کوه البرز و اینها، ما رو برده. یه دری بود، در باز شد و
وارد شدیم باقی بود، یه بابایی اومد و گفت خب چی میزنین امروز؟ گفت فزن. فزن در ایران تزر میگفتن. خلاصه آمد و گرفت اینا رو کرده تو قفس، کله اینه گرفت تاب داد تاب داد تاب داد تاب داد تاب داد داره چیکار میکنه؟ گفت این اینقدر تاب میره تا این کاملا گیج بشه، بعد میکنن زیر یکی از این بوته‌ها، ما میریم با این ماشین دور میزنیم، وقتی برگشتیم این حالش جا آمده، تا میخواد بپره ما میزنیم. گفتیم آقا ما رو برگردیم لطفا، این چیزی که شما آمده اینجا از فرومایگی به حدی است که اصلا نمیشه صحبتش کرد. آقا من برگردم، من رو برگردم، من حاضر نیستم همچه کاری بکنم. اما اتفاق اصلی در هندوستان افتاد. یک ده ماهی بنده اونجا بودم شبا تا صبح به کار این کتاب از آتن تا هیروشیما، نتیجه رو صبح میدادیم با آقای تج پرکاش، ما منزلش بودیم، دوست من هستم هنوزم با هم در تماسیم، میبار میداد به عبدالخالق نامی که مسلمان بود و اردو تایپ میکرد، نمیدید چی تایپ میکرد، میبار پر غلط بود باز تصحیح میکردیم و اینا. ده ماه ما نون و ماست خوردیم، چپاتی انداهی. گفتم یه روز که آقا ما رو بر یک دهی دومرغون کنیم. دو مرغون یعنی این که در طرف ما، یعنی ترکیب یک مرغ و یک خروس، این مرغ و سر ببردی، خروس هم سر ببردی، بذاری چیز بپزی با پلو بخوری دو مرغون. و آقا گفتم آمنه برای یه جایی که خروس باشه اینا. ما رو بر در یک دهی، اونجا بلا فاصله میفهمن که شما از هندی نیستیم، هر چهرم خود لباس هندی کنیم اینا فایده نداره، معلوم. دور ما جمع شدن چند نفر از کشاورزان و اینا، شروع کردن به سخن گفتن از دلاوری رجستانی ها. رجستان یک ایالت بزرگی هندوستان است و اینها در دوره های تسلط حاکمان مغول اینا شجاعت ها از خودشون دادن. هنوز یادگارها هست از قصه هایی که به اینها مربوط هست. صحبت میکردم از معارجه هایی که در مقابل اکبرشاه ایستادن و اینها. خلاصه سخن از دلیری بود و دلاوری بود. این دوست ما من فرستادم، دو تا خروس دست به دست اومد و گفتیم عجب امشب خروسی بخوریم. بعد از ده ماه این آقایون این عمامهای قرمزی دارن، عکساشون هم دارن. همونجه که صحبت میکردن ما دست کردیم در جوف جیب، به عادت بچگی برای تراشیدن قلم، همیشه قلم تراش در جیب ما هست، هنوزم هست. تا ما اینو در آوردیم که البته این نبودی که بیاد، این پنج شش نفر روشونو برگردوندند و رفت. گفتم آقا چی شد؟ گفت آقا اینا از این چیزا ندیدن، اینجا از این کارا کسی نمیکنه، اینا هندوان. نگاه کن به اطراف، دسته های طاووس، دست چلمرغی، نمیدونم خوک های وحشی و غیره، اینا همه اینجا در هارمونی با هم زندگی میکنن، کسی اینجا چیزی رو آزار نمیده. شما قلم چاقو از جیبت در برید سر خروس ببرید اینجا. ما به عمرمون اینقدر خجالت نکشیده بودیم که اونجا کشیدیم و یک درسی گرفتیم اونجا. هرگز یادم نمیره. گفتم آقا تو رو خدا صدا کن اینا رو بگو اشتباه شده، شوخی بود. این خروسا هم بار برای اولین بار من به عظمت خلقت خروس نگاه کردم، به این همه زیبایی و شکوه، این گردن برافراشته و سینه و این رنگ های متنوع در دم این خروس و شاهکار خلقت. گفتم آدم بیاد این رو بکشه، سر ببره، پوست بکنه، بعد بره بخوره. قدیما میگفتن هر کس نره هندوستان
عرفانش کامل نیست. من اونجا فهمیدم منظورشون چی بوده. اینا رو صدا کردیم و گفتیم آقا چیزی نبود و اشتباه شده بود و عروساش هم پس دادیم. آقا غلطی بود. بعد دیدیم آقا در هندوستان کسی از این کارا نمی کنه جز مسلمون. حالا یکی از منصوبان رفته بود یک بزغاله خریده بود که گفت بچهش خیلی گریه میکرد، یعنی پسر صاحب بزغاله گریه میکرد برای این بزغاله که من قرار بود بخرم. و ما اینو بالاخره خریدیم، بچه رو راضی کردیم، پولی دادیم و آوردیمش پیش آشپز اون موتل یا هتل که هندو بود. حالا بزغاله تو بغلش بردم اونجا، گفته اینو سر میبری، پوست میکنی، میپزی، میذاری زیر پلو من بخورم. برمیگرده با همون لهجه هندی میگوید You want me to kill this milk sucking baby for you to eat? Go across the street, give it to that Muslim. He would do it for you. گفت تو میخوای من این بچه شیرخوار رو بکشم که تو بخوری؟ ببر بده به اون مسلمان اون ور خیاب. اونا اون این کار رو میکنه. خب منتهای خامی بوده دیگه. شما با آدم هندو یا بودایی ببری بزغاله بری که سر ببر من بخورم. و این که فرمودند که اینها همه از برای شما خلق کرده یک مزخرف خیلی غلیظی است. چیزی خلق نشده که بکشه بخوره. قبل از این که این آدم دوپای کذا و کذا پیدا بشه این حیوانات میزیستن. آقا منزل اینا بوده، ما مرتب داریم اینا ظلم میکنیم با خانه سازی و با قطع درختان و اینها. این ستمی است که انسان داره به حیوانات میکنه به صرف اینکه این عقل داره، با این عقل چرکینش میتواند اسلحه بسازه، تور درست کنه، هزار یک کار جنایت آمیز با حکم عقل انجام بده و اینا رو ذلیل کنه. و در اوستا از دو حیوان تجلیل شده واقعا، یکی اسب و یکی سگه و نزد عرب همچنین بود. حالا حضرتشان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که سخت تحت تأثیر تعلیمات یهود بود و عرض کنم که الهامات را از تورات میگرفت، چون حکیمان یهودی که همیشه بودن در کار پزشکی موضوع نمیدونم هار شدن سگ و این چیزها بد دانسته بودن، ایشون هم دستور دادن که سگای علی بن ابی طالب رو فرستادن که سگای مدینه رو بکشید. از مشاغلی که ایشون محول کردن به مولا علی یکی سگ کشی بوده، سگای مدینه. ما قبیله بنی کلب داریم، بنی کلب در عرب، چون پاسبانی میکنه، وفادارترین حیوانات، مهربانترین. گفتنی نیست این عاطفه‌ای که این حیوان داره نسبت به صاحبش. حالا آمدن چهار تا آخوند بیعقل از دنیا بیخبر دستور دادن که بکشید این سگا رو، بکشید گربه رو، بکشید اینها و یک فاجعه درست شد. تصور نکنید که ما تنها هستیم، نه، باز این فرهنگ یهودی مسیحی اسلامی اندکی ترحم سرش میشه، خدا رو سپاس. به اون سو که حرکت کنیم، چین و فیلیپین و
ژاپن به خصوص و اینها هیچ گونه رحمی برای حیوانات نیست. به هیچ وجه من الوجوه به خصوص ژاپنی ها که اساسا حیوانات رو به زندگی محق نمی دانن. بی اندازه بی رحمن در باب این. چینی هم همینطور. فیلیپینی هم همینطور. دوست عزیز و دانشمند من که نامش رو نمی برم اینجا تشریف دارن برای من قصه کردن دیشب صحبت کردن. در فیلیپین ما رو بردن دوستی داشتیم خیلی خاص ما رو دیگه عزت و احترام کنه ما رو برده به یک رستوران زیر میز میمونی رو با کارت زده بخش بالای جمجمش پریده و بعد ودکا یا حالا هر مشروعی میخورن و با چنگال میزنن تو مغز یه تیکه از مغز هم دارن میخورن به عنوان چیز. این دیگه چه داستانیست؟ چگونه میشه تحمل؟ یک سایتی دیدم من در اینترنت 10 کشور که ظالمترین هستن در باب حیوانات اونجا آمدن. نگاهبان برنامه های سرزمین جاوی شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان بینندگان گرامی، در باب ستمگری در حق حیوانات صحبت میکنیم و اوضاع احوال ایران زمین و گرفتاری همه ما به دست مشتی آخوند از خدا بی خبر. دشمنان دین هستند، دشمنان خدا و دشمنان بشریت و دشمنان هنر و دشمنان همه چیز. فقط اینها کاروبارشون علاقشون به شکم هست و اون چه به شکم مربوط هست و دروغ، البته دروغ. باری عرض می کردم که ما تنها نیستیم، متاسفانه کشورهای دیگر هستن در ستمگری به حیوانات مشهور. یک لیستی دیدم 10 کشور که ظالمترین هستن. نفر اولشون ژاپنی ها بودن در واقع در رده نخست و دهمی هم هلندی ها. هلندی ها میکشن برای هنر. یه خانم زیبا یه سگی رو پوست کنده، لطفا نشون بدین امیر جان. یه سگی در بغل یه خانمی هست برای کار هنری این کار رو کرده، پوست از بدن سگ جدا کرده، شکاف اینجا داده، بعد ببینید خودتون تماشا. هلندی ها هستن، ونزوئلایی ها هستن، یونانی ها هستن از بیرحمان جهان، فیلیپینی ها هستن، ژاپنی ها هستن، اسپانیایی ها که کارشون بزرگترین تفریحشان این است که جمع شوند در یک استادیومی و یه بابای میاد با یک لباسی، لباس ماتادور، و این ماتادور سوار بفرمان، اینم آقای ماتادور نیزه ها رو زده، این گاو بیچاره ببینید چه خونی ازش میده و کف میزنن و لذت میبرن و این بزرگترین ورزش اسپانیاست. اسپانیای زیبا با اون همه زیبایی و اینا یک همچین حرکت زشتی هم اونجا میشه و جهانیان هم که اعتراض میکنن میگن این ورزش ملی ماست که شما یک گاو بیاری سوار اسب بشی. بعد اینا عکسایست که در اون درباب اون 10 کشور و اینم از ونزوئلاست. دومین این گاو گرفته با اسب و این عکس از ونزوئلا است. این اروپایی ها ادعای تمدن دارن و از اینجور داستان ها و این کارها هم می شود و از میان رفتن این ستمگری
و این کارهای فجیع در حق حیوانات خود مردم بایستی باشن که ترحم کنن. در واقع اگر اصل قضیه بخواد به یک جایی برسد، به یک سرانجامی، دولت بایستی که سیستم داشته باشه در باب حمایت از حقوق حیوانات و قوانینی که حیات وحش مملکت رو پشتیبانی بکنن. امروز مونوپولی یوز آسیایی در دست ایرانه، بکنم 45 بیشتر. هندی ها آمدن گفتن آقا یوز نر و ماده به ما بدید، ما بریم اینا رو گسترش بدیم، تعدادشون زیاد کنیم. ندادن. من شنیدم گاهگاهی میکشن یکی از این، و هر احمق هم یک تفنگی به دستش دادن میگن نخجیر. ماشاءالله 90 کیلو وزنش که میخوای بلندش کنی، اینه دست میگیرن و پارتی بازی. رئیس شکاربانی خودش شبان را میفته با نورافکن آهوهای زبون بسته رو میکشه، برمیاد میاد کباب میکنه میخوره. وقتی قانون در حق آدم ها رعایت نشه، آدم ها رو بیارن سر چهار را شلاق بزنن، میخواین که با آهوها چکار بکنن. یه آهوی هم یه بخشید، یه آخوند بخشید، اسم آهو خراب شد، یه آخوندی هم فتوا داده بود که چیکار داریم به مردم، بذاریم بزنن بخورن. اینا برای این است که خداوند خلق کرده که اینا رو بکشن بخورن. چند نوع حیوان بی نظیر در ایران بوده که اینا از میان رفتن. حالا در روزگاری که روزگار پادشاهی حساب کتابی بود در این داستان، شکاربانی جدی اونجا بود، سیانت می شد این حیوانات. یک گوزن کش شد به نام گوزن زرد در خوزستان، چه سر و صدایی به پا شد و چه داستان ها شد که این نوع در واقع زیاد بشه. از کشورهای دیگه گاهی به حیوانی می آوردن. حد شکارگان اونجا زده بودن که تیراندازی ممنوع. گاهی اوقات یک دیدبان می زاشتن، یک برجی می ساختن. من دیده بودم در صحرای موته زمانی که اون استوار حسینی به فرستاده بختیار بود، در واقع سپهبد بختیار رو عرض می کنم، یکی از این شازده های قاجار یک کتاب نوشته در این باب، اسمشون فراموش کردم، کتاب خوبی هم نوشتن، برستاد اونجا که از این آهوها سیانت بشه. یک تعداد خر وحشی در ایران هست، اینا یادگار باستان، گور خر هم نیستن، خر هم آقا اینا میگوین وایلد اس، یعنی خر وحشی. دل خودشون خوش کردن که بریم شکار گور خر با هلیکوپتر و اینها، چهار تا خر جمع شدن اونجا. این آب اصفهان که می آمد می ریخت به مرداب گاوخونی که آبش خوره گورخرای کل منطقه بود. این هم که خشکید، ولی معلوم نیست بروز گورخرای ایران چه آمده، حتما برختن. مهم هم نیست آخر، چه اهمیتی داره بر آخوند، آخوند و ملا و پاسداران. پاسداران رو ببین، شما به این پاسداران نگاه کنید، تو شکم هر یکیشون 8 گراز وحشی تو یه طرف شکم یکیشون قرار میگیره. هیچ قانونی در این باب نیست. در خراسان گله های بزرگ آهو بوده به چند سال پیش قبل از ملا، یکیش بر جا نمون. در جنوب در شیراز و کازرون نیریز دوستان به من میگوین که چه تعداد آهو
اوچومیش همه اینا بوده هم از میمون رفته زدن کشتن اون گوش گران شده واسه بزنیم بکشیم حیوانات. چه مایه پرندگان زیبا مهاجرت میکردن به ایران میامدن به دریاچه رضایی خوشنامه. یعنی جهان رو زشت میکنن، آدم زشتندیش محیط رو هم زشت میکنه. خب اینا براندازنده هستن، سازنده که نیستن. یک خانمی حدود 400 سگ و گربه جمع کرده بود، از اینا نگهداری میکرد. این در تهران مشکله، رفته بود در یک دهی نمیدونم کجاست، میشارم رفته یه آخوند اونجا نشسته، فتوا داد که این سگ نجس هست و اینا. ریختن از کنم عوام و ناس، ریختن نفت و بنزین شب، ریختن هم خانم رو سوزوندن هم اون سگا و گربه ها. به یک هندی گفتم آقا این احترامی که شما به گاو میگذارید و حیوانات اینا از حد بیرونه. گفت ما میخوایم نشان بدهیم که در جامعه هند ترحم هست. یه بقال دیدم چندین گونی برنجای باسمتی در هندوستان هم گران هست، برنج چون کشتش سخته، پر گنجش دارم میخورم. من کف زدم استادیوم رو زدم، اینا پریدم به درخت، یکی دوتا نبودن، چند هزار تا. گفتم آقا اینا که خوردم برنجا شما رو، گفت سهم خودشون رو میخورم، سهم خودشون رو میخورم. از بسیاری در موارد این هندوستان افتخار جامعه بشری است. به خاطر آیین هندو و بودا مثلا قابل قیاس نیست. دین و آیین انسانی که درش خشونت باشه که دین و آیین نیست. سعدی هوشیار فرزانه در داستان معروف سگ تشنه میگوید یکی در بیابان سگی تشنه یافت، ورون از رمق در حیاتش نیافت، کله دل کرد اون پسندیده کیش. این پسندیده کیش یعنی که آیین پسندیده ای داشت، دین پسندیده ای داشت. به تعریض میگوید مسلمان نبود. خلاصه کله دل که از اون پسندیده کیش، چو حبلی بر اون بست دستار خیش، به همت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب. چقدر لطف داره. امیر به من گفت پایان. اینه که خواهش مخلص این است که بچه ها رو بایستی با اندیشه ترحم به حیوانات و احترام محیط زیست بارآورد و برکتی از این دولت نصیب این آب و این خاک نخواهد شد. خود مردم هم که بایستی توجه کنن و این کارهای انسانی جز وظایف روزمره آدم ها بشه. وقت ما تمام شد هموطن، از شما سپاسگزارم که توجه کرد، از امیر سپاسگزارم. و فراموش نکردم دوست عزیز من باران، خانم باران چند سال هم در زندان اوین بودند. یک چیز ساختن به نام کانال شبکه اجتماعی بهرام مشیری در تلگرام @بهرام، بعد یه خط زیرش
مشیری، مشیریش با سه تا آی تمام میشه. یک زمانی ایشون 400-500 نفر عضو داشت، گویا 8000 نفر شده. پس تلگرام هست @بهرام_مشیری، مشیریش که MOSHIRI هست، سه تا آی به جای یه آی در آخر مشیری. پس نباشی باران جان، گویا 6000 نفری عضو شدن، بود مندم عضو خواهم شد. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، ایران زمین زیبا، زنده باد آزادی.